در 41مین سالگرد 30 خرداد سرآغاز نبرد مسلحانه مجاهدین با رژیم خمینی هستیم. اکنون که برمیگردیم و به اون سالها نگاه میکنیم، سوالات بسیاری برای نسل جوان امروز مطرحه. وضعیت سیاسی تو سالهای اول بعد از انقلاب چگونه بود؟ چه عاملی باعث شد که مجاهدین فعالیت سیاسی رو متوقف کنن و دست به مبارزه مسلحانه بزنن؟ همراه هستیم با آقای اسدالله مصنا. سلام میکنم خدمتتون آقای مصنا، خوشحالم که تو چنین روزی شما رو همراه خودمون داریم. اولین سوالی که خوبه بهش پاسخ بدیم اینه که مجاهدین چه پروسه‌ای رو طی کردن که به نقطه 30 خرداد و منجر به اون شد؟ بله، سلام دارم به شما و تشکر از اینکه این فرصت رو به من دادیم. البته پروسه ای که در بعد از انقلاب ضد سلطنتی مجاهدین طی کردن که خب همه میدونن بسیار پروسه، عرض کنم که پرشکوه، حماسی، طولانی و طوفانی بود که طبعا در چه این فرصت کوتاهی نمیشه به همش پرداخت. کاملا حق داریم. ولی من به طور خلاصه اگر بخوام صحبت کنم و اشارتی داشته باشم، واقعیت اینه که مجاهدین تمامی شانس ها و امکانات و ظرفیت ها که امکان و امکاناتی که ممکن بود تغییر و تحولی در سیستم حاکم، در عرض کنم نگاه حاکم و رفتار نظام حاکم، یعنی نظامی که خمینی نمایندگی میکرد، به وجود بیاره، تو این دوره امتحان کردن. و این که میگم امتحان کردن، به قیمت بسیار زیاد، به قیمت شهدای بسیار زیادی، تا بتونن اون به قول معروف تغییر تحول و اون چیزی که مردم براش انقلاب کرده بودن رو، عرض کنم که اون رو در جامعه مطرح کنن، توی جامعه به قول اون خواست رو نمایندگی بکنن و اون هدفی که انقلاب داشت رو به هر حال مجبور کنن سیستم حاکم رو پشت اون بیاد. خب این یک کار بسیار سنگینی بود. البته مجاهدین به دلیل ایستادن رو اصولشون و مبارزه اصولیشون، عرض کنم که پایه‌گذاری کردند، خط و جریانی رو که خب حالا من الان زیاد وقت نیست بگم، ولی همون ولی خیلی از ناظران بی‌طرف خارج از مجاهدین، کاری که مجاهدین در فاز سیاسی و پروسه فاز سیاسی، یعنی بعد از انقلاب تا 30 خرداد طی کردن، خیلی از اونهایی که خارج ما هستند، خارج ما بودن، به عنوان یک شاهکار از جامعه مجاهدین در برابر رژیم خمینی ازش یاد کردن. کاری که بسیار پیچیده‌تر از هر، عرض کنم که اقدام دیگه، حتی به قول همون ناظران خارجی، از به قول از مبارزات مسلحانه و بعد از 30 خرداد. چون ما میدونیم خمینی وقتی وارد ایران شد و روی خون مردم، روی فرش قرمزی که اون چندین میلیون به استقبالش اومدن و اون به هر حال مشروعیتی که چه به لحاظ مذهبی، چه به لحاظ استقبالی که ازش شد داشت، ما با چنین چیزی و حدیده‌ای روبرو بودیم. خب اون چیزی که در طول تاریخ مردم ایران به خصوص از زمان مشروطه به بعد مطرح بود، چه قیام مشروط، انقلاب مشروطه، چه بعدها و عرض کنم که قیام‌ها و اماسه‌هایی که تو این زمان تا سال 57 خلق شده بود، اون چیزی که همیشه هدف بود و گمشده مردم ایران بود و براش برا خون داده بودند، اون چیزی بود به نام آزادی. و مشخصا این عنصری بود که مجاهدین از روز اول روش دست گذاشتند و گفتن اون چیزی که این انقلاب خواسته آزادی است و برابر این اون چیزی است که باید ازش کوتاه نیامد، پاش ایستاد و هدفی است که مردم ایران براش قیام کردن. قبل از پیروزی انقلاب، برادر اون مسعود در بهمن، سال بهمن، یعنی هنوز حتی خمینی نیامد بود وارد بشه، در دانشگاه تهران روی این دست گذاشتن، بحث آزادی و خجسته آزادی کردن. تو اسفند ماه این مسئله رو باز دست گذاشتن، سر قبر مصدق کبیر اونجا باز دست گذاشتن. اون چیزی که عنصری بود که حرف اصلیش بود، عنصر آزادی بود. و خب ما با نظامی روبرو بودیم که خمینی از ابتدا، من
در زندان هم ما این داستان رو با عرض کنم که آخوندهایی که با خمینی بودن با مجاهدین داشتن و خب من از نزدیک بعد از عرض کنم که آزادی مجاهدین از زندان و همون اوائل انقلاب با نزدیک آشنا بودم که چگونه خمینی و تمام دستگاهش همه مسائل رو دارن میکشن به سمت یک انحصار طلبی مفرط و کشتن همه آزادی ها. و اون چیزی بود که خب مجاهدین ازش نمیتونستن کتابیان و روش ایستادن در شرایطی که خب اعتبار مجاهدین و خیلی حاکمیت هم دوست داشت که مجاهدین قول معروف بیان مواضعی رو بگیرن تو حاکمیت به هر حال بهش همراه باشن تا بتونه از اون اعتبار عرض کنم مبارزاتی مجاهدین هم استفاده کنه. اما مجاهدین روی یک چیزی وایستادن و اون اصولشون و در اون صحنه مبارزاتی که با نظام حاکم بود بحث آزادی ها بود، از این نمیشد کوتاه اومد. خب ببینید این کلیتی گفتم، حالا من فقط عرض کنم که اشارتم میکنم که مضمون انقلاب آزادی بود، ما روی دموکراتیک بودن نظام دست میذاشتیم. خمینی کلمه دموکراسی رو که الان فرصت نیست باهاش مخالف بود، عمدم داشتیم روی دست بذاریم و از ابتدا هم شما میدونید که شروع کرد خمینی همون اسفند ماه داستانه یا روسری یا توسری که خب مجاهدین جلوش ایستادن با خواهران مجاهدی که روسری داشتن که جلوی چنین چیزی رو بگیرن. بعد که ما جلو اومدیم موارد دیگه سر موضوع ملیت ها و سرکوبی که ملیت ها رو رژیم شروع کرد، باز سازمان وارد شد که حقوق ملیت ها و رفع ستم مضاعف باید انجام میشه، باید حقوقشون رو به رسمیت شناخت، باید راه حل مصالحه آمیز نه سرکوب. و خودمون میدونیم که حالا الان وقتش اطلاعیه که سر داستانهای گنبد و داستانهای کردستان سازمان داد چی بود. بعد سر داستان مجلس مؤسسان قول خمینی بود که مجلس مؤسسان توی فرانسه گفت مجلس مؤسسان تشکیل میشه، اینجا باید مجلس مؤسسانی که باید همه اقشار ملت بدون اینکه عرض کنم که چه گروهی چه سازمانی چه چیزی نمایندگی میکنن انتخابات میشد، مجلس مؤسسان برای قانون اساسی. او بعد چیکار کرد؟ این رو نقض کرد و یک مجلسی به نام خبرگان که از کاملا از عناصر خودش دستچین شده بودن چیکار کرد؟ نورا انداخت و بحث قانون اساسی که توش ولایت فقیه رو برداشت اومد حاکم کرد و خب این ضد همه آزادی ها و ضد حقوق مردم ها، چون اون که تعیین میکرد حق مردم و رأی مردم ولا غیر، این حاکمیت سیاسی مال مردم بود، مردم برای همین انقلاب کرد. ولی اون این حاکمیت رو کرد تبدیل به این. خب مجاهدین به این قانون اساسیش خب رأی ندادن، اما باز تلاش شد که باز از ظرفیت ها چی بشه استفاده بشه. سر انتخابات ریاست جمهوری علی رغم اینکه در وزارت کشور با رفسنجانی رفتن و گفتن ما میتونیم برنامه به قانون اساسی رأی ندیم ولی ملتزم باشیم و شرکت کنیم و اجازه شرکت داده شد، سر به زنگ خمینی دوباره چیکار کرد؟ وقتی دید که کاندید برادر اون مسعود کاندید نسل جوان نسل انقلابی و کاندید همه نیروهای ترقی خواه شد و همه ملیت ها، خب درست لحظات آخر با یک فتوای خطی عرض کنم جلوی اینم گرفت. بعد سر مجلس شد شرکت مجاهدین به طور گسترده اون تقلبات، باز اجازه داده نشد عرض کنم که یک نفر حتی عرض کنم که وارد مجلس بشه. اومد بحث یه مرحله دو مرحله ای کرد که بتونه در مرحله دوم دوباره خط خودش به انبوه تقلبات با اسناد و مدارک که خوب بودم جلوشه. موضوع دانشگاه ها، سرکوب دانشگاه ها تحت عنوان اون کودتای ننگین رو تحت انقلاب عنوان انقلاب فرهنگی ریخ، دانشگاه رو سرکوب کرد، کشت، در دانشگاه رو بست و خمینی رسما کسی که میگفت ما در فرانسه میگفت دانشگاه و دانشجویان در انقلاب چه و چه، اینجا گفت منبع همه مرکز همه فتنه ها و خرابکاری ها همین دانشگاه است. اینجور هم دانشگاه رو چیکار کرد؟ سرکوب کرد. بعد خب ما میدونیم که چه کارهای دیگری که سر عرض کنم سرکوب و چماغداری و و و و و تمام تلاش خمینی این بود که همه چی رو به انحصار در بیاره، همه قدرت رو به انحصار در بیاره. یک حزبی درست کرد به نام حزب جمهوری که همه چماغ رو دستان دستش بودن، اینا همه مدارش و اسنادش دور نشد، روز روش دو و درست بود
و فقط هم این که با نیروهای انقلابی چی بجنگه، با مجاهدین بجنگه و سرکوب کنه و پیش بره با جنایت‌هاش، آدمکشی‌هاش به وسیله پاسدارا و کمیچی‌ها، همه مدارک و اسنادش هست. در حالی آدمکشی‌هاش که شکنجه، کشتار، زندانی کردن، بستر تمامی مطبوعات، تمامی مطبوعات یک به یک بست، تمامی گروه‌های سیاسی غیر از اون گروه‌هایی که خودش فکر می‌کرد رو همه رو حذف کرد، به آتش زدن مراکز اینا، حمله به مراکز، حتی تحمل یک کار فعالیت تو خیابون‌ها رو هم نداشت و روزی نبود که خواهران و برادران ما مورد حمله و تهاجم قرار نگیرن. تمام میتینگ‌های ما مورد تهاجم قرار گرفت، تمام مراکز ما مورد تهاجم بود، در حالی که مجاهدین حتی یک گلوله شلیک نکردن، یک به مقابله مجلس نکردن، در حالی که میتونستن. کراف فروشه هایی که کتاب مجاهدین میفتن مورد حمله قرار میگرفت و عرض کنم خدمت شما که با آتش کشیده میشد. این چیزی بود که بگونه من رو ما دیدیم و بایش رو بزن. من بزنی نقل بکنم که خب کار مجاهدین مشخص بود، مبارزه سیاسی افشاگرانه تا ماهیت کسی رو که تو ماه میدیدن و فکر میکردن چه و چه هست رو رو بکنن، چون خیلی توهم وجود داشت که این بالاخره خمینی کی هست و چی هست و فکر این توهم وجود داشت که به هر حال کاری خواهد کرد و به قول معروف به درد مردم خواهد خورد، در حالی که با خون و پوست و گوشتشون مجاهدین این قیمت رو دادن. ببینید خمینی کسی است که وقتی که ما با مجلس مؤسسان با خبرگان اطلاع دادن مخالفت کردیم، 5 ماه بعد از همین انقلاب نوار پر کرد و نوارش بود پخش شد، البته علنی نشد، که اونجا به کمیته چی ها و چی داشت علیه مجاهدین حرف زد و برحال حمله و حتک مجاهدین رو چیکار کرد؟ مباح دونست. همون حرفی که بعد از سخنرانی برادر تو امجدیه چه باید کرد، در تیر 59 علنیش کرد و گفت دشمن نه اینجا نه اونجا زیر پا، و به مجاهدین اشاره کرد. بله. همون ما بیشتر ادامه میدیم پول همین موضوع. من خواستم اگه موافق باشی خیلی کوتاه به من اطلاع بدن که خاطراتی هم داریم از افسانه از تهران که برامون در رابطه همین 30 خرداد گفته دازم. خیلی کوتاه این رو بشنویم و باز برمیگردیم. بله خواهش میکنم. 30 خرداد سال 60 نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران محسوب میشه. مردمی که بعد از سالها مبارزه در هوای آزادی میخواستن نفس بکشن، شاد بودن و زندگی میکردن. یادم من در اون دوران در دوران مدرسه راهنمایی درس میخونم و توی مدرسه به فروش نشریه مجاهد اقدام میکردم و توی جلسات و میتینگا و سخنرانی های شهرمون همراه با خواهرها و برادرهای بزرگتر از خودم شرکت میکردم. روز 30 خرداد سال 60 هم همه با هم رفته بودیم تظاهرات، همه شعار می دادیم و تا اون موقع ما از هر خشونتی دوری می کردیم. شعارهامون در حمایت از وجود آزادی برای همه احزاب و گروه هایی بود که داشتن اون موقع فعالیت سیاسی انجام می دادن. بعد از چندی که جمعیت زیاد شد، شعارهای کوبنده در حمایت از مجاهدین داده شد و در دفاع از آزادی بعد به ما حمله شد و به شدت جمعیت رو سرکوب کردن و تیراندازی هوایی تبدیل به تیراندازی مستقیم به تظاهر کنندگان شد. خیلی از مردم کشته و زخمی شدن. بعد از اون حتی به خونه ها حمله می کردن و هر کس رو مشکوک بودن بهش دستگیر می کردن و شکنجه می دادن. اعدام‌های زیادی هم بعد از 30 خرداد انجام شد که یکی از دوستان نزدیک ما بود که توی مدرسه ما درس می‌خوند و از هم شاگردیامون بود، جوان 18 ساله که هر سال هم یادش رو گرامی می‌داریم. بله تشکر می‌کنیم از افسانه و خاطرات کوتاهی که از 30 خرداد برامون گفتن از همون روز. آقای مصطفی شما داشتین می‌گفتین که خلاصه مجاهدین تمامی راهکارها رو یا راهکارهای بسیاری رو داشتن میرفتن و خلاصه این رژیم خمینی رو چک میکردن که خلاصه آیا راهی یا کورسوی به هر برای آزادی هست آری یا خیر. در ادامه نکاتی که شما داشتین میگفتین، من میخواستم به این سوال هم پاسخ بدیم که الان هم افسانه، خانم افسانه از روز 30 خرداد گفت، سوالم اینه که چی شد که خلاصه تمامی راهکاری که شما داشتین توضیح میدادین تبدیل شد به مسیری
به مبارزه مسلحانه انقلابی و رویاروی تمام عیار با رژیم خمینی. شما که خودتون اون سالها بودین، آیا راه دیگه‌ای وجود نداشت و خلاصه چطور شد که به این روز به این نقطه ختم شد؟ ببینید، من اول یک جمله یه خورده تصحیح دقیق تر بگم. بفرمایید. ببینید، مبارزه مسلحانه مجاهدین تحمیل شده. هیچگاه مجاهدین خواستار این نبودن. مجاهدین آزادی برای مردمشون میخواستن. ببینید، مادران ما در سال 60، اردیبهشت 60، رفتن تو خیابون که اعتراض کنن به این میزان سرکوب، به این میزان شهیدی که ما در همون فاز سیاسی دادیم، بیش از 70 تا ما شهید دادیم، این میزان شکنجه، این میزان زندانی، خب با چی روبرو شدن؟ با رگبار روبرو شدن. بابا، ما نامه نوشتیم به خمینی که بابا جان من، بذار بیایم آرام پلود حرفامونو بزنیم. ما حرفان ما مثل یه قیچه بسه حرف داریم، نکته چیز داریم، فلان داریم. خمینی چیز دیگه ای از ما میخواست. به جای اینکه جواب بده، یک هفته بعد از زیجش در اومد، گفتش که نه، شما از کنم که اون چیزی که سلاحاتون بزنید زمین فلان، من میام خدمتتون فلان، مثلا این حرفا. در حالی که کدوم مجاهدین تا اون موقعیت یک گلوله شلیک کرده بودن، یک سلاح کسی دست مجاهدین دیده؟ یعنی هیچ راهی رو باقی نمیگذاشت، یه حرف داشت. سوال حرف اینه که فقط همه چیز رو میخواست برای دست حاکمیت آخوندیش، برای چماق به دستانش، برای حزب چماق به دستانش، همه چی رو قلقم میکرد کرده بود، گروه ها رو، نیروها رو، مطبوعات رو، همه روزنامه ها رو، و یه حرف داشت: تسلیم مطلق، یا به اون چی که من میگم تسلیم شید، یا تمام بین بروید. خب ما در برابر چنین چیزی قرار داشتیم، اونم تازه در شرایطی که حاکمیت شو هم، یعنی رئیس جمهور خودش هم برکنار کرد، حاکمیت شو کاملا یک دست کرد، برای اینکه هیچ چیزی باره نمید. خودش رسما اومد گفت که ما فقط باید یک حزب بدیم به نام حزب الله، اشتباه کردیم، باید قلم ها رو میشکستیم، باید چه میکردیم، باید چه میکردیم، اینا رو رسما گفته دیگه. الان فرصتش که شما میتونید منم پخش بکنید ببینید فرا. خب ما وقتی با چنین چیزی روبرو هستیم، یا باید سر تسلیم فرود بیاریم، یا باید در مقابلش بیستیم. خب مجاهدین آرمانشون، اصولشون، پروسهشون، سابقهشون، ایدئولوژیشون، خب روشنه که حیات مدن زل است و سر به تسلیم در برابر ارتجاعی که فقط آزادی ها رو سرکوب میکنه. الان اون موقع خیلی روشن نبود، خیلی چیزا هنوز به قول معروف برجسته و مرزبندی ها خیلی تیز نبود، الان خیلی چیز روشن شده. الان که یکی برگردنده به مجاهدین، چه درک و فهمی داشتن از این حاکمیت و این ارتجاع و خمینی و بدم و دستگاش که بعد پایگذاری شد مسیری که پرشکوهی که تا به حال طی کردن، و علی رغم که در برابر انبوه طوفان هایی که از ارتجاع و استبداد خواست سرشون بیاد نابود شدن، ایستادن. من اجازه بدید برای این سوال شما رو بگم، فقط یه تیکه از سردار کبیر رو بخونم، یه تیکه از برادرمون مسعود رو، فکر کنم که سوال شما رو به خوبی بتونه به قول معروف بهتر از هر جوابی پاسخ بده. بفهمید؟ بله. سردار در نواری که پر کرده بودن، موسی خیابانی، بله، سردار کبیر موسی خیابانی، میگن آن روزها برای ما روزهای سخت آزمایش و تصمیم بود. با همه این آگاهی‌ها و اطلاعاتی که داشتیم و با موقعیت و مسئولیت‌هایی که بر عهده سازمان ما و فقط بر عهده سازمان ما بود، همه رو از دور خارج کرده بود، همه رو، می‌بایست چه می‌کردیم؟ با توجه به موقعیت سازمان و مسئولیتی که ما در برابر خلق و تاریخ و نسل‌های آینده میهنمان و در برابر خدا داشتیم، می‌بایست چه می‌کردیم؟ آیا محق بودیم و می توانستیم با موقعیت که داشتیم در برابر ارتجاع تسلیم شویم؟ آیا ما می توانستیم مانند حزب توده یا اکثریت بشویم و سر و صورت به آستان ارتجاع بساییم؟ هرگز. این خیانتی آشکار بود. در این صورت دیگر از سازمانی با آن موقعیت و مسئولیت ها و با آن سوابق و رسالت های عظیم چه چیزی باقی می ماند؟ در این صورت ما جواب شهدای ما را که چه به دست شاه و به چه به خصوص به دست خمینی به شهادت رسیده بودند چه می دادیم؟ جواب مردم من و نسل‌های آینده را.
این صحبت های سردار که چرا سیه خرداد، چرا یه تیکم از برادرمون مسعود بخونم، عرض کنم که در این زمینه میگن دو سال و چند ماه بعد از حاکمیت ارتجاع، یعنی در سیه خردادش هست، در حالی که همه راه‌های مسالمت آمیز را در نوردیده بودیم، این خمینی بود که ما را در معرض یک انتخاب بزرگ و تاریخی قرار داد. یا می باید مثل جریان‌ها و احزابی که با یک اشاره خمینی سر جایشان نشستند ندامت می کردیم، از قبیل آن دار و تجاره که وقتی در 25 خرداد 60 خمینی تهدیدشان کرد و دست ندامت و تسلیم بلند کردن، ما هم باید رسم آنها را پیش می کردیم، یا می باید آخرین فراخوان را برای اعتراض و تظاهرات مسالمت آمیز برای عقب نشاندن ارتجاع آزمایش می کردیم. منظورشون 30 خرداده. به این ترتیب بهار زودگذر آزادی، آن بهار خیانت شده، به خاطر رهبری ارتجاعی و قرون وسطایی خمینی به پایان رسید و مسجل شد که دیگر راهی برای مسالمت باقی نمانده. اینجا بود که ما باید انتخاب میکردیم، یا ننگ تسلیم را میپذیرفتیم، یا شرف مقاومت را و خوشبختانه که شرف ما را حفظ کردیم. سیه خرداد که ما چلایی نداشتیم، ما چیزی نداشتیم که رفتیم تو خیابون آجیم تظاهرات نیم میلیونی و به رگ بار بس چیزی باقی نذاشت. هر که دستگیر شد فردا بدون اسم همه را اعدام کرد. اینا دیگه همه چیزاییست که نه که ما بگیم، روزنامه‌هاشون با عکس و این حرفا چاپ کردن. خب یه پروسه سنگین اینجوری طی شد که خیلی خیلی اگر وقایع شمرده بشه و مواضع، صدها مورد میشه هستش و واقعیت و ثبت شده است. ولی خب وقتی در چنین شرایطی قرار میگیریم، خب روشنه یا باید تسلیم یا ایستادگی و مقاومت. خب بر مجاهدین به قول برادرم شایسته نیست غیر از اینکه بایستن مقاومت کنن و قیمتشو بدن. آقای مصنع، ما خیلی ممنون از نکاتی که تو این رابطه برامون گفتین. البته می‌خواستم اینا به اطلاع هم شما هم بیننده‌ها برسونم که خب ما در رابطه با تظاهرات عظیم سیه خرداد و دستاوردهای اون و تأثیراتش فردا هم به همین موضوع خواهیم پرداخت. اما به عنوان آخرین سوال می‌خواستم از شما این رو بپرسم که اگه همین سیه خرداد و مبارزه مسلحانه که شما به خوبی از سردار خیابانی و آقای رجوی رهبر مقاومت خوندین و ذکر کردین نکات اونها رو، اگه مجاهدین وارد این نمی‌شدن چی می‌شد و خلاصه سیه خرداد پاسخ به چه ضرورتی بود؟ اگه کوتاه باشه لطفاً. بله، ببینید، یک این اولا به قول من پاسخ به یک ضرورت تاریخ بود. یعنی چی؟ یعنی نبود ایران ایرانی، پاسخ بود و نبود بود. ببینید، تسلیم شدند در برابر ارتجاع یعنی نبود، یعنی خداحافظی کردن با هر آن چیزی که تاریخ آزادی مردم ایران و مبارزات مردم ایران تا به اون روز رسونده بود. یعنی از حداقل از زمان ستارخان تا به اون روز، این خداحافظی با این بود. یعنی تسلیم یا ایستادگی. بیشتر باز بکنم، ببینید، اگر وارد مبارزه مسلحانه قهرآمیز با خمینی که به ما تحمیل کرد نمی شدیم، به جای موج مقاومت و ایستادگی، ما شاهد موج ندامت و خیانت بودیم. مجاهدین این استراتژی و خط رو پیش بردند. مجاهدین نشون دادند تاریخ ایران، ایران و ایرانی کیه، کجا نمایندگی میشه و معناش یعنی چی. و الا غیر از این بود، اون ور سکر ما باش مواجه بودیم. ببینید، ما خیلی ندامت و خیانت هایی که با جرحانا و کسایی که در سر بزنگاه پاسخ ندادن، چه فردی چه جریانی، ما با اینا روبرو بودیم. خیلی روشن مجاهدین تو دو سال نیم فعالیت سیاسیشون و افشاگرانشون تا منتهایی که اونجا میشد، عرض کنم که تلاش کردن جلوی چنین چیزی رو بگیرن. گفتم بیش از 70 شهید و مجروح، حالا بیشتر یا کمتر، با گذشتن از حق مشروع دفاع از خودشون. ما میخوردیم، ما بچه‌هامون زخمی میشدن، چشم کور میدادن، دست شکسته میشد، شهید میشدن، ولی جواب نمیدادیم. چون چی؟ مسئول بودیم و میخواستیم کار به قول معروف به اونجایی که نباید کشته نشه، بلکه بشود راهی باز کرد و جلو اومد. بهای آزادی رو دادن، بهای وفاداری به آزادی خلقش رو دادن و مجاهدین ایستادن برای همین. خب پس به عالی ترین وضعیت ممکن این قیمت داده. حالا اگر در چنین نقطه‌ای مجاهدین نمی ایستادند و به خمینی نه نمی گفتند، این معناش این بود که
هر آن چیزی که جوهره مقاومت داره، هر آن چیزی که جوهره ایستادگی داره، هر آن که جوهره مبارزه با ارتجاع داره، اونجا دفن میشد، اونجا از بین میرفت و اون چیزی که بعد میومد یه چیز دیگه بود. این مقاومت بود که ثمرش شد ارتش آزادی بخش، این مقاومت بود که ثمر ارتش شد هزار اشرف، اشرف بود 14 سال پایداری، هجرت بزرگ، هزار اشرف. این مقاومت بود که بود کانونهای شروشی از توش شکفته شدن. اگر نبود کانونشی از کجا نشأت میگرفت، از کجا ریشه میداشت و بتونه این کار انجام بده؟ به کجا، یعنی با چه به قول معروف ریشه داری، از کجا آبشارش کجا میتونست باشه؟ این واقعیتی است که وجود داشت. و من اجازه بدید حرفم رو باز در آخر این سوال شما با یک تیکه یک عرض کنم که اشاره بکنم از صحبت های برادر. ببینید فقط ببینید، ما میگم به زنگاه، ما 28 مرداد با حزب توده، با اون نیرو گستردش، با اون جوان هایی که خیلی ها هم قبل از 28 مرداد بهش پیوسته بودن در آرزوی مبارزه با استبداد و دیکتاتوری شاه، و اون نیروی نظامی عظیم رو که داشت، سر 28 مرداد خیانت کرد به اون چیزی که باید پاسخ بده، پاسخ نداد و مردم رفتن زیر دیکتاتوری شد، خودش شد توفاله تاریخ. ببینید وقتی که جواب نمیدین معناش اینه. ببینید بنیانگذارهای سازمان سال 50 اگر نمی ایستادن و شرایطی که رژیم میگفت بپذیر، بیاین سه تا چیزو بگین، بگین به عراق وابسته ایم، مثلا مبارزه مسلحانه جواب نداده و مارکسیست فلان است و نرید اعدام بشید، اگه محمد آقا اینجا وانا ایستاده بود، این نسل مجاهدین، این فدا و قیمت و این شکوهی از فداکاری که دوست و دشمن بهش دست میذاره و نمیتونن این کار کنن، کجا خلق میشد؟ برای این بزنگه های تاریخی نقشش اینه، مرزبندی میکنه، مرز بین خیانت و مرز بین ایستادگی و مقاومت، و مجاهدین نون اینو میخورن تا الان دارن میخورن. من اجازه بدین تر آخر یک تیک صحبت رو از برادر بخونم، اشاره میکنه سر سرفصل خیز خرداد در یکی از صحبتاشونه، میگن کسانی که آن روز صفشان را از خمینی جدا کرده مقابل ارتجاع سینه سپر کردند، به حق خروش آزادی سر دادند و قیمت سنگین و خونینشان نیز پرداختند، توانستند پرچم شرف و عزت خلقی در زنجیر محروم و مظلوم را به دوش بکشند. اما کم نبودند گروه ها، احزاب، جریانات و افرادی که به رغم هر ادعایی، حالا چه در داخل یا در خارج ایران، عافیت شویی پیشه کردند یا زیر قبای ملا خزیدند و یا به جای مقابله با دشمن، با دشمن اصلی مردم ایران، با لغز خواندن علیه مقاومت در خدمت رژیم در آمدند. و امروز بدون اینکه لازم باشد من به اسم و رسم اشاره بکنم، هر کسی جایگاهش روشن است و فردا نیز برای تمام مردم ایران روشن‌تر خواهد شد. فکر می‌کنم حرف درسته که مال ده ها سال قبله، ولی گویی حرف همین امروز زده شده. بله امروز همه مرزبندی ها روشن شده و معلوم شده کی کجای تاریخ خود مختصاتش چیه و کی برای مردم ایران ایستاده و تا به آخرش ایستاده و قیمت شده و از این هم کوتاه نمیاد تا هدف مقدس مردم ایران یعنی سرنگونی محقق کنه. بله بسیار سپاسگزارم از شما آقای اسدالله مصنع از اینکه وقتتون رو به ما دادین و همراه ما بودین برای یادبود سالگرد 30 خرداد و اون چه که گذشت و تاریخچه‌ای که داشت. به هر حال خیلی ممنون آقای مصنع، وقتتون بخیر و خدا نگهدار شما. خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در این روز تاریخی به من دادید. درود بر شما.